فصل پنجم. آری، ما آزادیم، زیرا مسیح ما را رهایی بخشید. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود. ملاحظه کنید که من، پولس، با تأکید به شما میگویم، اگر مختون شوید، دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد. بار دیگر تأکید میکنم، اگر کسی مختون شود، مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید. و شما که میکوشید به وسیله اجرای شریعت کاملا نیک شمرده شوید، بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا محرومید. ما به وسیله روح القدس در انتظار انجام امید خود، یعنی نیکی مطلق که از راه ایمان حاصل می شود، به سر می بریم. برای کسی که با مسیح متحد است، داشتن یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست. آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند. شما خوب پیش می رفتید. چه کسی شما را از راه منحرف ساخت تا حقیقت را دنبال نکنید؟ این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را خوانده است نمی تواند باشد. فقط خمیر مایه کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید. من در اتحاد با خداوند اطمینان دارم که شما عقیده دیگری نخواهید داشت و آن که مزاحم شماست هر که باشد به کیفر اعمال خود خواهد رسید. و اما من ای برادران، اگرچه به قول بعضی ها هنوز لزوم ختنه را اعلام می کنم، پس چرا باز هم جفا می بینم؟ اگر چنین کاری را می کردم، دیگر کسی از پیام صلیب ناراحت نمی شد. ای کاش آنانی که شما را با تعلیم ختنه مضطرب می سازند، ختنه خود را کامل تر کرده، خیشتن را از مردی بیندازند. ای برادران، شما به آزادی خوانده شده اید، ولی نگذارید که این آزادی به بیبندوباری برای ارضای امیال جسمانی شما تبدیل گردد. بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید، زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود، همسایت را مانند خودت دوست بدار. اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید، حتما یکدیگر را نابود خواهید ساخت. مقصود من این است، اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید، به هیچ وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد، زیرا تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکدیگرند، به طوری که شما نمی توانید آنچه را دلتان می خواهد انجام دهید. اما اگر روح خدا شما را هدایت کند، شما در قید شریعت نیستید. اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. اکنون مانند گذشته به شما میگویم، کسانی که چنین اعمال را به جا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت. اما ثمراتی که روح القدس به بار می آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن مسلوب کردند. اگر روح خدا منشأ زندگی ماست، او هم باید حادی زندگی ما باشد. خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم.